امروز توقع و تمنای نسل نو و به خصوص ملت های تحت ستم و تبعیض این است که با پرورش نهادین ساختن، آموختن و فراگیری فرهنگ پذیرش، تسامح، مدارا، همگرایی و آموختن از تجربیات دردناک و ناکام گذشته راهی را به سوی فردای روشن باز کنیم. اگر به این باور نرسیم و رفتار و تفکر خیش را آسیب شناسی درست، عمیق و عادلانه نکنیم، قادر نخواهیم بود که از این چرخه شوم و دور تسلسل منحوس شکست و انفعال بیرون شویم. درس گرفتن از گذشته به اندازه مسیر حرکت و نقشه راه در آینده در فرجام کار ما مهم و تعیین کننده است. سلام و وقت شما بخیر دوستان و همراهان بسیار عزیز و دوست داشتنی. امروز روز شنبه تاریخ هفتم ماه سپتامبر سال 2024 هست و ما در جلوی یک مکتب در منطقه در حاشیه شهر اسلو پایتخت کشور نروژ آمدم. در ساختمان پشت سر ما در اینجا در یک تالار برنامه 23مین سالیاد شهادت احمدشاه مسعود، یکی از فرماندهان برجسته مجاهدین و وزیر دفاع دولت اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی جریان دارد. این برنامه که با میزبانی انجمن همبستگی دایر شده، حاوی سخنرانی، نشر فیلم از دوران جنگ و پیام‌های فعالین سیاسی است که به صورت نوشتاری و تصویری فرستاده شده است. محورهای صحبت بسیار از سخنرانان درس گرفتن از اشتباهات گذشته و تقویت ذهنیت و فرهنگ همدیگر پذیری، تحمل و پذیرش تنوع قومی، مذهبی، زبانی و دیدگاه‌های سیاسی در افغانستان بود. سخنرانان هر کدام به نوبه خود افغانستان را خانه مشترک تمام اقوام آن سرزمین دانستند و تأکید کردند که استقلال، آزادی و صلح و امنیت در افغانستان بدون مشارکت واقعی تمام اقوام افغانستان در مدیریت سیاسی این کشور ممکن نیست. مشارکت و سهیم بودن واقعی در دستگاه قدرت و مدیریت منابع ملی حق مسلم و انکارناپذیر شهروندی و بشری تمام شهروندان افغانستان فارغ از هر تفاوتی است. ما باید از اشتباهات و رفتارهای خودخواهانه و دیکتاتوری که باعث مشکلات بیشتر در این جامعه خواهد شد خودداری بکنیم. بازداشتن دختران و زنان جامعه که نیم از پیکره جامعه را تشکیل میدن نه تنها نقض صریح حقوق بشر است، بلکه جفای بزرگ بر افغانستان و آیندگان این سرزمین است و آسیب‌های بسیار عمیق را در فرهنگ و اقتصاد و سیاست این جامعه وارد خواهد کرد. بعضی از سخنرانان به متن بیانیه فرستاده شده از سوی دفتر جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود انتقاد کردند که چرا حمایت از مبارزات زنان در این بیانیه گنجانده نشده و آن را ناشی از نگاه محافظه‌کارانه مجاهدین نسبت به زنان خواندند. اما آقای فرخاری دیپلمات پیشین گفت که این نگاه محافظه‌کارانه و عورتی تنها نگاه مجاهدین و طالب و اسلام و امثالش نیست. این نگاه متاسفانه نگاه اکثریت جامعه است که ناشی از یک فرهنگ زن ستیزانه است که قرنها بر مردمان این سرزمین حاکم بوده. ما شعار که تا هرچی که شعار دادیم با او شعار عمل نمیکنیم. تا فراز بسیار زیبا گفتن. همیشه وحدت ملی، حقوق زن، افغانیه، نمیتونم غیرت، چیزایی که هیچ نداریم. شاید احساسی چی بکنیم اما اونا را تکرار بکنیم. چیزایی که نداریم. اما نروژی ها هیچ وقت شنیدن از ما وحدت ملی داریم. ما غیرت داریم. حتی نام خانوادگی را نمیگیرن. احمد، محمود، یونس، نمیفهم چی. به خاطر که یکسان بوده باشه. ما در نقدشان در این باره چیز هستم، اما انتقادی که دارم هر چیز را ما زیاد پیوند دینی نتیم، پیوند جهادی نتیم. اونا گفتن که متاسفانه مجاهدین ما حالا مجاهدین گذشتن دورانشان، تلک امتم قد خلط لها ما کسدت. این حالا دورانی ما و شماست. خوشحال هستم که دو جوان را از نسل امروزی ماندیدم، آقای تمراخ
و خواهر ما خانم خموش بسیار صحبت های زیبا کردن. خانم خموش بسیار به یک چیز اشاره کردن که حالا اگر پرسان بکنیم تعداد برادرها و خواهرها را اگر مقایسه بکنیم اینجا به چی حد هستن، حداقل ما اگر خانم ها ما را در این مجالس بیاریم نشان میدیم که ما حق قائل شدیم. سخنران دیگری به اصطلاحات و شعارهای مانند وحدت ملی اشاره کرد و گفت که این شعارها توخالی و دروغین است که در واقعیت وجود ندارد و هیچ کس به آن باور ندارد. ما باید این جرأت و جسارت را پیدا بکنیم که در مورد این مسائل همان گونه که هستند صحبت بکنیم و برای ایجاد وحدت ملی واقعی در افغانستان تلاش بکنیم. ما فقط چند نکته میخوایم بگویم که او از حقیقت‌های زندگی ماست. حقیقت باید بگویم استاد لاپت، من برای شما کاملا هم نظر هستم. ما باید حقیقت بگویم و ما باید انتقاد پذیر باشیم. بدون انتقاد پذیری ما جایی نمیریم. ما مشکلات خود حل کردن نمیتونیم. عنانات و فرهنگ و هویت مردسالارانه خود چه قسم اصلاح بکنیم که من میبینم این همه مرد اینجا حضور داره اما تصور به این میتونم که نخواد همه زنان مطلقه باشه و همه مردان مجرد که حاضر نیستن خانمهای خودشان در کنار خودشان داشته باشن تا در این کشور زمانی که جهان در حال تعامل با طالبان است و راه تعامل با طالبان پیدا میکنه و در پی سرکوب زنان و در پی سرکوب مردان هست بتواند راه منسجمی را ما شکل بدیم، یک مسیر موفقی را که میتونیم در طی این 20 سالی که طالبان توانستند برای خودشان لابی بکنند و امروز افغانستان به دست بگیرد و باعث سرکوب زبان، هویت، نابرابری، انتحاری که امروز عزیزان ما را با برنامه از قبل تعیین شده انفجار میدن و بدنهای اونا را به مادرهای نازنینشان تحویل میدن برابر بکنیم. متاسفانه همان گونه ای که من یادآوری میکنم از آغاز 3 سپتامبر در 2021 طالبان وارد شدن که زنان بلند شدن و اعتراض کردن، ما مردانی هم داشتیم که دو دست زنها را تقدیم به طالبان میکردند. حتی در لحظه فرار که گاهی وقتا او به من کابوس میشود دستای ما را میگرفتند، از یخنمان کش میکردند، از پیراهنمان کش میکردند و یا هم اگر در یک سنگر کوچک پشت در و دیوار پنهان میشینیم که مبادا در تقابل با گلوله های اونا قرار بگیریم اونا ما را تسلیم میکردند. مشاهد هستم که در یکی از همین روزای تاریخ سیاه بود که ما وقتی به اعتراض برآمدیم در شهر نو احمد جناب احمد مسعود اعلان کرده بود که بلند شویم و مقاومت ادامه بدیم و ما بیرون شدیم. در اینجا بیشتر از اینکه مردم برای بلند کردن صدا بیایند برای این آمده بودند که بتوانند همکاری مستقیم با طالبان داشته باشند و مردان و زنان را تسلیم گروه تروریستی بدن، راه به اونا باز میکردن با آب، با موتر، با سلاح، حتی با بستن دکانهایشان که مردم نمیتونستن اونجا پناه ببرند.